با سلام دوباره خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه چند نگاه هستیم. در قسمت اول برنامه گفتم یک مهمان بسیار عزیز داریم، یک مهمان هنری که مطمئن هستم بسیاری از شما که در شهر تورنتو زندگی میکنید ایشون رو میشناسین. دوستان دیگر هم که در جای جای جهان در این لحظه همراه ما هستن، فکر کنم بسیار خوشحال خواهند شد که با ایشون آشنا بشن و کارهای بزرگی که دارن انجام میدن، کارهای ماندگار در واقع در فرهنگ و هنر ایرانی. ما خانم آتسا هوشور رو داریم، مهمان برنامه هستن و بنیانگذار در واقع بنیادی ایشون در شهر تورنتو دارن، بنیاد هوشور که ایشون بنیانگذارشن و خیلی قصه قشنگی این بنیاد داره، کار زیبایی رو داره ارائه میده. بد نیست که ضمن خوش آمدگویی به ایشون و طبق معمول هر جا صحبت از هنر و کار داوطلبانه و فرهنگ و به هر حال این مسائل میشه، لیلی خانوم عزیز ما هم همیشه کنار ما هستن، چون اینقدر علاقمند هستن به افرادی که این گونه خدمات رو انجام میدن و همیشه کنارشون هستن و از دوستان بسیار خوبشونن. ما هم خوشحالیم که بهترین تجربه رو خانم نووی عزیز خواهند تونست از خانم آتسا به ما بدن امروز، یا شناخت بهتری در واقع. پس اجازه بدین که بریم به هر دوشون سلام کنیم و خوش آمد بگیم و مجموعه گفتمان کوتاه امروز رو به شما تقدیم کنیم. سرکار خانم آتسا هوشور، سلام عرض میکنم. سلام. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، متشکر از محبتتون. ممنون که منو پذیرفتین خانم احمدی عزیز و لیلی جون که منو همراهی میکنن. لیلی خانم بزرگ مجلسن امروز و از همه نظر البته هم سن هم واقعا همه جوره بزرگ ما هستن. عرض ادب دارم لیلی جان خدمتتون، خیلی خوشحالم، خیلی لطف کردین که ایشون رو آوردین پیش ما، ولی از اونجایی که رسمه به مهمان همیشه به هر حال عزیزه، خوش آمد میگیم به شما اول، بعد هم به خانم نووی عزیز. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت همه یارانی که در این سالها با این رادیو و با این تلویزیون هستن و مهمان میکنن ما رو در منازلشون و ما هم سعی میکنیم وقتی میریم به منازلشون یه هدیه دستمون باشه، هدیه که من در دستم میتونم داشته باشم بخشای فرهنگی هستش و با حمایت خانم احمدی که همیشه حامی برنامه‌های فرهنگی بودن در این شهر و معرفی چهرهایی که واقعا سازندن برای جامعه خارج از کشور و داخل کشور، چون نتایج منعکس میشه در اونجا. خانم آتسا هوشور یکی از چهرهایی هستند که در زمانی که من ایشون رو میشناسم، شاید سال 1998 که تازه به این شهر اومده بودن تا به امروز همیشه فعال بودن. من یه معرفی خیلی کوتاه، ایشون تحصیلاتشون در رشته ریاضی بوده و کامپیوتر، خب ولی اونجا ختم نشده، سالها در اینجا هم در اون زمینه کار کردن، بعد رفتن روانشناسی به عنوان مشاور خانواده هستن، ولی باز هم به اینجا ختم نمیشه. ایشون نوازنده توانای سنتور هستن، خیلی حرفه‌ای و خواننده آواز سنتی با شناخت تمام گوشه ها، اینا بازم به اینجا ختم نمیشه. نقاشن و در این روزها نقاشیشون رو بر در دیوار شهر میبینیم که شهرداری انتخاب کرده، شهر تورنتو البته، بله. و ایشون مشاوره میکنن، نقاشی میکنن و کامپیوتر وایدن. اون که میگن از هر انگوش هنر میباره شما ای دیگه. من مبلغ خوب دارم. نه واقعا اصلا 2014 اگر اشتباه نکنم بنیادی رو گذاشتن که علت تشکیل بنیاد رو خودشون براتون میگن، ولی ایشون فرزند آقای زرتشت هوشور هستن، پدر اسباب بازی های ایران. بله صحبت از میخوام صحبتتون رو قطع کنم، شما گفتین یک با یک هدیه میرین منزل مردم، چه هدیه ای ماندگارتر از کتاب؟ و تعدادی کتاب شما اینجا نمیدونم چقدر دوربین میتونه واضح نشون بده، ایشون لطف کردن آوردن و شاید بد نباشه، چون پدرتون نویسنده هستن دیگه، درسته؟ بله بله، جناب هوشور بزرگ نویسنده هستن و در واقع دارن یک مجموعه داریم راجع به 50 سال تجربه و جمع‌آوری آنچه که به هر حال دنبالش بودن که الان گفته میشه چه چیزهایی در این کتاب ها آمده صحبت میشه و به شما معرفی میشه. خب قرار نیست ما همش حرف بزنیم، قراره که شما مهمانی، ولی خب باید صحبتاتو بکنی. خیلی ممنون از فرصت که به هم دادین.
من مهندسه هوشور هستم همینطور که گفتن و مدیر اجرایی بنیاد غیر انتفاعی هوشور هستم در تورنتو کانادا. بنیادمون غیر انتفاعی، غیر مذهبی و غیر سیاسی هستش. هدف بنیاد بهتر کردن سلامت روان اجتماع و تک تک افراده، ولی وسیله که ازش استفاده میکنیم فرهنگ شفاهی و هنر قومی هستش، یعنی با استفاده از فرهنگ و هنر، ولی فرهنگ و هنری که مخصوص به اقوام باشه ما این کار رو انجام میدیم. طی 5-6 سال گذشته در حقیقت بیشتر از 600 ساعت جلسات ادبیات شاهنامه داشتیم، بیشتر از 300 ساعت ادبیات عرفانی رو در خدمت استاد زیانی عزیز داشتیم و باز همون حدود 300 ساعت و ادبیات عرفانی با سرکار لیلی خانم نبوی، دوره های خودیاری، مدیتیتیو آرت و برنامه های مختلف داشتیم در زمینه کارای کرافت یا ساخت و ساز فرهنگی. دوره های اسباب بازی درست کنی داشتیم در تیرگان و در جاهای مختلفی خود بنیاد داشته، جشنواره بادبادک سازی و بادبادک بازی داشتیم و جشنواره های متنوع دیگه. یه میزگرد خیلی خوب داشتیم با چند تا از اساتید بزرگ از جمله آقای دکتر آقای نامی نازنین و آقای سهیل پارسا درباره فرهنگ من، فرهنگ تو و میراث ما، درباره میراث فرهنگی جهانی. آتزا جا، من یک سوالی دارم که خیلی برام جالبه. یک عنوانی برای پروژه جدیدشون داره آتزا جان داره، اصلا اسم پروژه دل منو میلرزونه. یک کتاب یک خشت، خیلی حرفه ها. شما فکر کنید خانه ای فضایی ساخته بشه که به جای خشت های آجری کتاب باشه، چه دنیای درونون و چه فضا سازی هستش. و قصه شو بخوام، همین یک کتاب یک خشت که اصلا علت دعوت آتسا جان هست به اینجا، پروژه هستش که حتما با کمک شما، با کمک فرهنگ دوستان، یک کتاب یک خشت میشه و یک اتاق میشه و بچه های محروم در اون تحصیل میکنن و خواسته یک عروس خانوم، عروس خانم 50 سال پیش هم برآورده میشه که مادر شما هست. که مادر هستم. بله، گویا مادر به جای مهریه 50 سال پیش، خیلی حرفه ها، خیلی حرفه در اون زمان، به جای مهریه خواسته بودن از پدر که مدرسه ای بسازن، یک کلاس حتی اگه بشه در یه روستا. علتش هم شاید به این باشه که پدر و مادر من هر دو فرهنگی بودن. پدر من تا 13 سالگی تونستن درسشون رو بخونن و بعد به دلیل شرایط خانوادگی که پیش اومد نتونستن درس بخونن، از تحصیل محروم شدن و بعد اونقدر تحصیل کردن که استاد دانشگاه تهران شدن و محقق و استاد جغرافیا. استاد جغرافیا در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و چند تا رشته جدید در رشته های علوم انسانی باز کرده. اصلا یعنی جغرافیا ایران رو، چون بیشتری کتابا رو دارم نگاه میکنم مربوط به جغرافیا ایران و جغرافیای پزشکی ایران. یعنی بخشیش اینه که پراکنده بیماری ها در کدوم مناطق ایران بوده که این مباحث رو اصلا اضافه کردن به بحث جغرافیا در دانشگاه تهران. و بعد از اون در زمانی که کارشون تموم شد و بازنشسته شدن، شروع کردن روی اسباب بازی های قدیمی کار کردن. بنابراین دو تا از فقط اسباب بازی های تهران قدیم رو کار کردیم تا حالا، حدود 110 تا اسباب بازیه و از اونجا که آکادمیسیان هستن اسباب بازی ها تبدیل شد به یک دانشنامه مفصل از اسباب بازی های تهران قدیم که اینجا الان دست من هستش و میتونم نوشته کنم. میشه لطف کنی به طور مثال شما صحبت تو کن تا من این... بله. خب الان دست شما، الان اسباب بازی ها دست منه به دلیلی که میخواستن موزه بسازن در ایران. بله، و موزه در ایران ساخته شد، ولی به طور مثال این فرفرهای چرخانی که بچه ها به چوب میبستن فرفره رو و راه میبردم، این بال میزد پروانه. من خوب خاطرم هستش. و چرا به وجود اومد و چگونه، چه کسایی استفاده کردن، چه سنایی؟ خیلی الان این کتاب ها هست برای
فروش؟ این کتاب دیگه فکر میکنم که وجود نداشته باشه. کتابی که الان ما باهاش کمپین هر کتاب یک خشت رو در حقیقت گذاشتیم، یک مجموعه داستان هستش که قصه های بابا زردشت اسمشو گذاشتیم، چون پدر همیشه دوست داشتن برای بچه ها قصه بگن و قصه ها همه حکایت از زندگی سخت دوران جنگ و دوران بعد از جنگ جهانی دوم هستش در ایران، ضمن این که تلخه خیلی شیرینه چون طنزآمیزه. در حقیقت میراث فرهنگی، میراث معنوی ما، بله. هستش، یعنی بخشی که الان جای سب نیست ولی ده. زندگی که در اون روزگار در ایران میگذشته. یک مجموعه 5 جلدی خواهد بود که جلد اولش رو چاپ کردیم و این جلد و نقاشیاش رو هم خودم انجام دادم، بعد تصویرگری کوچیکی ازش انجام دادم خود آقای زردشت. بله. و نقاشیام همه از آتسا جان هستش در بخشایی که در واقع تنجل رو گفته شده. دوستان میتونن برای یک خشت داشته باشن. دقیقا هدف ما اینه که وقتی که قصه رو من بابا وقتی آورده بودن اینجا، من قصه رو که خوندم و خیلی عشق ریختم و خندیدم و ذوق کردم، آخر قصه به جایی میرسه که یک عمل خیری برای بچه های یک پرورشگاه انجام میشه و این جرقه در دلم زد که چه خوبه اگر بتونیم این کتاب رو یا این مجموعه رو بهانه‌ای بکنیم برای اینکه بتونیم هم اون نیت 50 و چند ساله رو در حقیقت به نتیجه برسونیم و هم اون خدمتی رو که آدم فکر میکنه که انجام بده انجام بده و هم به خاطر قدردانی از کسی که تمام زندگیش رو برای تحصیل کوشیده و سختی کشیده و میدونه که تحصیل کردن و یاد گرفتن مهمترین چیزیه که میتونه مملکت رو و مردم رو آزاد و آباد نگه داره. من در بزرگداشت جناب زرتشت که چند ماه قبل از آغاز کرونا در حداقل تورنتو باید عرض کنم در فوریه 2019 بود اگه اشتباه نکنم، جناب هوشفر که شرح زندگی خودشون رو دادن، نشون از 12-13 سال که پدر رو دست میدن شروع میکنن به کار کردن، ولی در هر جای کار میکردن یه کتاب هم بغل دستشون بوده، درس ها رو میخوندن، متفرقه امتحان میدادن و قبول نمیشن دیپلم و قبول نمیشن و میگفتن رویا شد و برای من دیپلم گرفتن، ولی شما به دیپلم گرفتن، فوق دانشگاه رفتن، فوق لیسانس گرفتن و استاد دانشگاه شدن. در عین حمایت خانواده در غیاب و نبودن پدر و حمایت برادران و اینها رو با چنان خاطرات شیرینی بیان کردن که تو این کتاب ما میتونیم اون رو پیدا بکنیم. کتاب دانشنامه اسباب بازی های تهران که نوشته پدر هست، خب لیلی جان یه قسمتشو نشون دادن. کتابی دست من هست اینجا، دانشنامه مشاغل سنتی ایران. بله. که این هم واقعا الان داره به فراموشی سپرده میشه و وقتی آدم فکر مونه که چه شغلهایی در قدیم داشتن که الان واقعا نیست. همشون به صورت میراث فقط باقی مونده. فقط. دقیقاً هم. و کتاب کاملی رو راجبش دارن و یه مجموعه 3 جلدی هستش که این کتاب مشاغل در حال فراموشی یا مشاغل فراموش شده. بله. ببینید چقدره. هدف اینه که 4000 مدخل از کارهایی که وجود داره و گذشته ازشون نوشته بشه که اینا یه تعدادیش هستن. خیلی وقتا شده ما وقتی ادبیات رو میخونیم کلمه های یا شغل های رو توش میبینیم که هیچ ایده ای ازش نداریم. به طور مثال مثلا همینی که من باز کردم شغل، من خاطرم یاد این کلمه رو، شغل لوافی، کسی میدونه یعنی چی؟ بعد که میبینیم یعنی زیلوباف، یعنی کسی که سازنده لوازم چادر و خیمه است، جوال باف. و بعد میگن این شغل برمیگرده به 1500 سال پیش و گلیم بافی هم از اون خانواده است. بعد انواع زیلو، انواع گلیم از چادر، یعنی اصلا این کتاب و مصارفش، موادی که درش مصرف میشه، یعنی یک تحقیق و چه سودجویی شده و چه آسیب های شغلی خورده. یعنی در حقیقت اینه که از اون داشتم است که تو به من این رو نگفته بودی که من بگیرم ازت این سه نسخه رو. گرمخانه گرمخانه
یا بله. حمام های قدیمی. بله. خب همین الانش دارن همون طرحو پیاده میکنن. بله الان دیگه دوباره داره مود میشه. بله. و خانواده‌های لاکچری در حقیقت دارن سعی میکنن یه همچین سیستمی رو پیاده بکنن توی خونه و اینا چیزایی که در زمان قدیم داشتیم. بله. لیمونات فروشی یا مشاغل مختلفی که اصلا که ماشین جانشین شده دیگه اسمشون هم نمیدونیم و وقتی که آدم اینو داشته باشه کنارش میتونه گره از خیلی از مطالب دیگه که میخونه جذابه و بعد توجه هم اگه بکنیم بعضی از مشاغل ایشون لطف کردن واقعا با تحقیق شعرهایی که در شعرهای مختلف در مورد اون شغل گفتن رو هم آوردن یعنی به صلاح مرجع مراجعه بود تطبیقی حالا ما چه میتونیم بکنیم دوستانی که ما رو دارن میبینن چه در ایران چه در تورنتو چه میخواهیم ازشون خواهش میکنیم ازشون که یه خشت به اون اتاقی که قراره توی مدرسه روستا ساخته بشه یک اتاق که اگه 8 شاگردم توش بشینن 8 نفر به دانشش رفتوده میشه و کشور ما 8 نفر آدم با فرهنگ تر داره که اشتباه نکنه به خصوص اگه اینها از بانو دختران ما باشن. افسانه جان بیا به یاری. بله من دارم فکر میکنم یعنی روی تک تک لغاتی که به کار بردی داشتم فکر میکردم که ما همه مشکلاتی که در واقع الان ایران درگیرشه اشکال کلاس اولی که کلاس اول شاید نداشتیم و مشکل از همونجا بوده. بنابراین این تحصیل آگاهی و دانایی خیلی مهم خواهد بود که این اتفاق فقط میتونه زیر سقف یک کلاس بیفته و همه ای که ما مدعی این هستیم بیشتر ما مدعی هستیم که خب کشور ما اینجوری اشکالاتشو داره ما همه اشکالاتشو میدونیم همه بهتر از ما میدونیم ولی چیکار میشه کرد؟ ما چی کار میکنیم برای درمان این دردهایی که داریم کدوممون سهممون رو همه تو حرف زدن استادیم و دونستن مشکلات ولی آیا میشه تابیم به کمک هم دیگه چون ببینید یه دست صدا نداره ما یک فردی رو داریم پدرشون خودشون و مطمئنن اون بیرون هزاران نفری که تلاش دارن میکنن که خشت خشت این مدارس این کلاس ها این اتفاقای خوب بیفته ما در همشهر آقای فتووت رو داریم واقعا بله همه اونهایی که کارهای فرهنگی میکنن هم دیگر هم خوب میشناسن هم برای هم بسیار احترام قائلن هم به هم میبالن وجودشون باعث افتخاره خودشون اینجا نیست ولی داری هم چی کاری میکنن ایشون هم جز افراد فرهنگی شهره که ننشسته بیکار اما تنها نمیتونه هیچ کس تنها نمیتونه یک دست صدا نداره ببینین هر چقدر هم پول باشه ما بعضی وقتا از پولدارا خیلی توقع داریم دیگه ما پولداری که توانایی پرداخت و این خشتا رو داشته باشه مدارس رو بسازه یعنی پولداری که در مجموعه فرهنگی هم داخل باشه خیلی کم داریم من شانس این رو دارم که واقعا میشناسمشون از نزدیک و چون کار فرهنگی کردم کاری که با بیزینس همراه بوده و بسیار سخت بوده انجام این کار ولی باعث شده که افرادی رو بشناسم که دارن در خفا این کار رو میکنن و بیمارستان میسازن مدرسه میسازن بنابراین ما داریم پولدارهایی که بخش فرهنگی رو قدر میدونن ولی خیلی کمن خیلی کمن شاید رومون ما مخاطبینمون هموطنان خودمون خیلی رومون نمیشه بگیم چقدر کمن ولی داریم پولدارهایی که خرچهایی میکنن و باور کنیم من بعضی وقتا اگر این قصه رو بگم شاید شما دوست داشته قصه که نه واقعیت های تلخ رو بگم شاید اگه بره کتاب اون کتاب فروشش بیشتر بشه چون بیشتر شما دوست داریم میدونیم چه خبره شاید با اون خشتا رو بتونیم بسازیم افسان جان ولی یه چیز هم در کنار من ببخشید من صحبت رو قطع کنم چون حالا من دو بار صحبت شما رو قطع کردم شما چی نگفتید نه ولی من اگه بگم از 1 تا 100 طبقه بندی بکنیم من 10% رو به پولدارها میدم 90% رو به جامعه میدم برای اینکه من از جامعه میخوام برای اینکه این 5 کتاب وقتی بره در یک خانه 5 نفر رو فرهنگش رو میبره بالا
این برای من از نظر من البته خواهی نخواهی اگر که لطف کنن آدم هایی که مرفه ترن بدن، ولی برای فرهنگ جامعه خرید یک مجموع از این کتاب ها که در حقیقت این تصور رو بکنن که با خریدش خشتی رو در یک مدرسه میذارن، هم خودشون خشت هایی میاد به خانهشون و در اونجا میتونن فرهنگ خانواده خودشون، بچه هاشون و نوه هاشون رو ببرن بالا، خشت های فرهنگیشون رو، در این حال این خوشحالی رو هم بهشون میده که سبب شدن که یک خشت روی یک خشت دیگه گذاشته بشه و یک کلاس تهیه بشه و بچه های محروم سرزمین مینمون که ما اینجا میگی وطنم وطنم دلم برای ایران تنگ، فرهنگم فرهنگم، یک کاری باید انجام بدیم، یک پرداخت میتونه این کمک رو بکنه. کم کم صحبت تو قد کردم بی حساب شد. نه بگو بدهکار شدم الان. ولی به واقع همینه، فراموش نکنید خیلی مهمونی میگیرن، میشه یه مهمونی گرفت، میشه با هم شام خورد، اون پولی که باقی میمونه خرج این کار بشه، به هر حال یک بنیاد غیر انتفاعی دارن ایشون، میشه اینجا شکلات فروخت. ولی دقیقاً حرف خانم نووی لیلی جان عزیز ما این پیامه که این پنجل با یک تیر چند نشان زدنه که به واقع میاد در منزل شما و اونجاست که این ریشه شروع میکنه خودنمایی و جای خودش رو پیدا میکنه در یک مرکز خانواده، شاید دوستانتون بعد و ریشه میکنه، چون ریشهش هست، فقط بهش رسیدگی نکردیم، سراغش نرفتیم. و بعد طبیعتاً هدفی که هست مدرسه در روستایی ساخته بشه، یک کلاس ساخته بشه، چون به هر حال میدونین امکانات اینقدر کمه و اینقدر گرفتاری کشور بالا هست که هر گوشش رو بگیریم هنر کردیم، هر کس به سهم خودش. ما 5 جلد کتاب داریم، درسته؟ حالا من اگه اجازه بدین چند کلمه بگم. من جایی که باید کمک کنیم با اطلاعاتی که چشم. برای کمکم با کی تماس بگیرم؟ چشم. اولا که میخواستم بیام اینجا یاد این شعر حافظ افتادم، تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن، که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. دام ما هم همین کتاب هستش و البته که دام نیست، امیدواریم که ازش بتونیم استفاده کنیم. چند تا ویژگی داره، یکی این که قصه هستش، قصه میتونه نقش درمانی داشته باشه، این قصه ها برای بچه ها اونقدر که مناسب، برای بزرگترها خیلی مناسب هست و بعد به خاطر طنزآمیز بودنش میتونه برای بچه ها هم جالب باشه و باعث بشه که بین نسل های آشتی قرار بشه. شما خودت مشاورت بر اساس همین روشه دیگه؟ من با استفاده از هنر و ادبیات بیشتر کار مشاوره رو انجام میدم. بله. چیز دیگه ای که توی این قصه ها وجود داره اینه که بارها تمرین کردم، هم در مورد اسب و بازی ها، هم در مورد این قصه ها، وقتی که برای نسل های بالاتر، برای سالمندا اسبابازی ها رو نشون میدی یا قصه هایی از اون دوره رو تعریف میکنی، یه هایی از این قرن پرآشوب 21 هولشون میدی میرن توی اون جای امنی که احساس خوب پیدا میکنن و این احساس خوب حتی به اندازه خوندن یه داستان میتونه حالشون رو بهتر کنه و اون باز یه قضیه درمانیه. و بعد قسمت بعدی اینه که خرید این کتابا میتونه کمک کنه به ساخت این مدرسه. پدر و مادر من هیچ وقت بضاعت این که بخوان مدرسه ای رو بسازن در 50 چند سال گذشته نداشتن. کدوم فرهنگی بضاعت داره قربانت گردم؟ اما بضاعت پدر من این بوده که بنویسه و بنویسه و بنویسه. پدر من فرهنگی خدا حفظشون کنه، خوب میدونم. و در حتی الان با 91 سال سن هر روز 10 ساعت مشغول نوشتن و چندین بله. کتاب جدید دیگه مشغولن که تحویل بدن. چند ما احتیاج، یعنی 5 جلد فرض کنید بله. دوستان بخواد چقدر میشه؟ این 1 جلدش فعلا در اومده ولی به زودی 5 جلدش کامل در میاد. ما میتونیم پیش فروش کنیم 1 جلد رو برای $15، 5 جلد رو برای $60 و در حقیقت اگر که بتونیم هرچه بیشتر بگیریم هم چه بهتر، چون همش کاملا میره به عنوان دونیشن برای مدرسه، حتی برای خود بنیادم نمیره، فقط میره برای مدرسه. یعنی تمام ماجرای نوشتن و نقاشی و همه کارهای این کتاب دونیشنی بوده از طرف من، از طرف پدرم
و بقیه به جز قسمت هزینه چاپش طبیعه. و تمامش میره برای مدرسه. خب پس الان یک جلد 15 دلاری شما رو میبره به جاهایی که خیلی قیمتش بیشتره و شاید هیچ کجا هم پیدا نشه، یعنی خیلی چیزا رو نمیشه براش پرداخت. ما حاضریم هر چی داریم بپردازیم و یه چیزایی به ما برگرده بر نمیگرده، ولی این کتاب میتونه خیلی اثرگذار باشه برای شما و برای هدفی که میدونین چی خریدین. یه قهوه نخریدین، یه ساندویچ فقط نخریدین، کتابی خریدین که ماندگاره و به شما در واقع حس خوبی خواهد داد از یادگار هم. بنابراین چجوری باید تماس بگیرم با شما؟ میتونیم بنیاد هوشور رو وبسایتش رو ببینیم، www.hushvarfoundation هوشورش هم با دوتا او هستش .com. در فیسبوک در خدمتتون هستیم باز بنیاد هوشور، و در اینستاگرام در خدمتتون هستیم. پیام بدین و با کمال میل کتاب ها یا براتون پیش فروش میشه یا اینکه میایم در خونتون بهتون تقدیم میکنیم و یه جوری کتابا رو به دستتون میرسونیم. هدفمون اینه که بتونیم این آرزویی رو که آرزوی هممون هستش، چراغ یک مدرسه رو باز. وبسایت خانم هوشور رو اگه برای ما بذارین آمادش کنین. بله. بله. چون هدف ما فروشه، یعنی در واقع هیچ هدف تجاری در این برنامه نداشتیم و قصدمون فقط این بود که آشنا بشین با خانم هوشور، از این به بعد حداقلشون رو بشناسین، نذاشتیم هیچی رو. ولی در قسمت بعدی برنامه که من و پرستو خدمتون هستیم، اطلاعاتی که ایشون دادن همه رو براتون میذاریم که راحت تر بتونید بنیاد هوشور رو سرچ کنین و در اینستاگرام، فیسبوک. فرمودیم با چند تا او؟ شما یه دور اسپلش کن کامل. با دوتا او. هوشور با دوتا او. تعداد دوها رو مشخص بنویسن. بله، براتون میذاریم در قسمت بعد، چون الان به هر حال نیاز دارین علاقمندانی که بخوان این کتابو تهیه کنن یا با خود خانم آتوسا آشنا بشن. آشنایی با ایشون بسیار دلپذیره. هوشور با دبلیو یا دو تا او اس اچ وی در آفیس ما هستن، واقعا سیر نشدیم از مصاحبت باشون. بنابراین ما اینو براتون میذاریم الان در قسمت بعدی، میتونین دنبال کنین و برین بپیوندین به هر حال به اینستاگرامشون و باشون آشنا بشین و تقاضای کتاب رو بکنین. هر کمک، هر جایی خودمون هوای همو داشته باشیم، به قول معروف شعر زیبای خوندی شما، کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت، کسی نخواهد آمد. من و شما و ما با هم تشکیل مجموعی رو خواهیم داد که این قسمت های فرهنگی هم کار سختیه. شما الان اگر بلیت کنسرت بدی ما 2 دقیقه میفروشیمش. بله. اصلا خود سولدات میشه، تبلیغ نمیخواد. اون قسمت فعاله، ماشاءالله اون قسمت خوب فعاله، این قسمت خیلی تنهاست. البته همه کنسرت هم نه افسانه جان، کنسرت هایی که مال کنسرت های ویژه اونم نیازیه. با شما بودن لس آنجلس. چرا شما تهمت میزنی؟ ویژه عرض کردم، این ویژه خیلی معنی داره. در حقیقت همشون نیاز ما هستن، ولی خوبه که همونقدر که به نیاز تنمون میپردازیم، به نیاز جانمون هم بپردازیم. البته یک مطلبی رو یادآوری کنم، فاصله از زمین است آسمان، به این زودی ها این تعادل برقرار. اگر در تورنتو زندگی میکنی، گزارتون به خیابان بدهرس و لارنس افتاد، نقاشی های زیبایی که روی اون باکس برق شده، جعبه برق شده، کارشون هست. اگه گزارتون به شپرد و بدهرس افتاد، بازم کارشون هست. اگه آرورا رفتین، نمیدونم کجای آرورا، بازم کارشون و یه خانوم سرخپوست هست. یه سری هم توی اسکاربرو کار دارم، ولی به هر حال آفرین. خسته نباشید، ممنونیم که هستید، چون اگه شماها نباشین، اگه پدر نباشه و این اثرات ماندگار نیاد بیرون، خب خیلی کارمون خیلی جامعه فقیری خواهیم داشت. خیلی کارمون سخت میشه و خیلی گرفتاری پیدا میکنیم. بنابراین قدرشون رو بدونیم، دستشون رو بگیریم و حمایتشون کنیم. وبسایت هم تا چند دقیقه دیگه براتون هوشور فاوندیشن شماره تلفنش هم اینجا هست. بله. میاد روی صفحه. دوستانی که علاقمند هستین چند دقیقه دیگه همراه ما باشین، در قسمت بعدی براتون زیرنویس خواهیم. ولی دوستان گذاشتن الان، امیدوارم که مهمان خوبی بوده باشیم براتون و هدیه که این هفته براتون آوردیم خیلی
دوست داشته باشین و به هر حال ما منتظر هدیه میمونیم دیگه وقتی اومدین خونه ما. ممنون ازتون، متشکر خانم احمد. خواهش میکنم. من هم ممنونم از شما که وقت گذاشتین آمدین. بیشتر از شما سپاسگزار خواهیم بود که مراجعه کنید به بنیاد و برین سراغشون و دست دوستی و یاری بهشون بدین. ممنون، مرسی. تا گفتگوی بعدی، تا لحظات دیگه همراه ما باشین. برمیگردیم قسمت بعدی برنامه رو به اتفاق پرستوی عزیز با شما خواهیم. مرسی خانم.